بخش 25 کتاب ما چگونه ما شدیم. چون در بخش قبلی نقل قولی از استاد مرحوم عبدالهادی حائری در خصوص میرزا قمی آورده بودم ناقص بود و این رو میخوام تکمیلش بکنم. علت این که من نقل قول از مرحوم میرزا قمی مؤسس حوزه علمی قم آوردم در دوران فتلی شاه یعنی اواسط قرن 19، مقصودم این بودش که اون جایگاهی که حکومت داشت قبل از اسلام، همونطور که تو این بخش کاملا بهش اشاره کردیم، اون دست نخورده عملا به بعد از اسلام منتقل شد. یعنی همون جایگاه مقدسی که حکومت و شاهنشاه پادشاه قبل از اسلام داشتن. خواجه نظام الملک که بزرگترین نظریه پرداز سیاسی ایران بعد از اسلام هست، حداقل به نظر من، بنیان نظریه جدایی دین از سیاست و مشروعیت بخشی به جایگاه حکومت رو اینجوری بیان میکنه، میگه بدان که خدای تعالی قوتی به پیامبران داده است و قوت دیگر به پادشاهان و بر خلق روی زمین واجب کرده که بدان دو قوت بباید گردید و بدان راه راست ایزدی بران راه است. این بخشی که براتون آوردم به نقل از همون کتاب باسورس هستش، صفحات 61 و 62. به عبارت دیگر قرنها قبل از اینکه علمای شیعه عصر صفوی و یا عصر قاجار در قرن 19 پادشاهان را به صفاتی همچون معدلت آثار اسلام، پناه سلطان اسلام، شاهنشاه اسلام، چراغ دودمان مرتضوی که در دوران صفویه می گفتن سید سلاطین زمان ظل الله یا سایه خدا مزین سازند، علماء سنی سلاطین و ملوک را به القابی همچون ولی امیرالمؤمنین، یمین الدوله، امین المله، نظام الدین، ناصر الدین الله، حافظ عباد الله ملقب ساخته بودند. بنابراین قرنها قبل از اینکه ما برسیم به عصر قاجار و جایگاهی که حکومت داشته، این وضعیت به وجود آمده بوده. مرحوم استاد دکتر عبدالهادی حائری در بررسی که از اندیشه سیاسی 4 تن از علمای طراز اول عصر فتلی شاه در کتابشون که حالا اسمشون میگم به عمل آورده، نشان میدهد که پادشاه تا چه میزان مورد تأیید و حمایت علما بوده است. حائری به نقل از میرزای قمی که رئیس حوزه علمیه قم بوده در خصوص حکومت و جایگاه رأس حکومت که پادشاه باشه چنین می نویسد، نقل قول: شاه شبیه جانشین خداست و بر طبق مشیت الهی شاه شده و بنده را نشاید که سر از کمند اطاعت او پیچد. اصل مرتبه پادشاهی به تقدیر الهی است، ولی خداوند این مقام را به پادشاهان نیکوکار بر سبیل استحقاق و به نابکاران بر سبیل امتحان واگذاشته و پادشاه بد را تنها در برابر خداوند رحمان پاسخگو قرار داده و نه تنها حکم یا فتوا نمی دهد که مردم از یک پادشاه ستمگر که او هم از سوی خداوند به پادشاهی رسیده اطاعت نکنند، بلکه سرنهادن بندگان را بر فرمان آنان سخت بایسته دانسته است. به نقل از کتاب عبدالهادی حائری، نام کتاب هست نخستین رویارویی های اندیشگران ایران با دورویه تمدن بورژوازی غرب. این کتاب توسط انتشارات امیرکبیر در سال 1367 چاپ شده.
نقل قولی که ازش آوردم مال صفحه 325 این کتاب است. خب بعد از این مقدمه بریم به دنبال بخش 25. در بخش قبلی گفتیم که حکومت از یک جایگاه بسیار بالا و آسمانی الهی برخوردار بود، چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام. تنها تفاوتی که به وجود آمد این بود که بعد از اسلام نام شخص اول مملکت شد خلیفه. قبلا شاهنشاه بود، قبلا پادشاه بود، بعد از اسلام شد خلیفه، شد امیر، شد سلطان. چیزی تغییر نکرد. و اضافه کردیم که آمدن قبائل و صحرانشینان از قرن 11 باعث تقویت این جایگاه شد و دیدیم که شماری از اندیشمندان و متفکرین بزرگ اسلامی همچون ابو حامد امام محمد غزالی، ابوالحسن علی ابن محمد ماوردی ابن تیمیه و دیگران چگونه این مشروعیت رو برای خلیفه و جانشین خلیفه ایجاد کردند. اما اصولی ترین بحث ها را در خصوص لزوم اطاعت از حکومت امام محمد غزالی مطرح می نماید. در اندیشه او مرز نازکی ما بین تأیید و اطاعت از حکومت قرار می گیرد. از دید غزالی تأکید بر اطاعت از حکومت لزوماً به معنای تأیید آن نیست. آنچه غزالی مسلمین را بدان فرا می خواند بیشتر همزیستی با حکومت است تا تأیید آن. همزیستی که نه از روی اعتقاد به عملکرد حکومت و یا میزان پایبندی آن به اصول و احکام شریعت، بلکه بیشتر از روی مصلحت اندیشی است که به وجود آمده. اگر حکومت حتی غیر عادل باشد، باز غزالی حکم طغیان علیه آن را نمی دهد، بلکه صرفاً به این بسنده می کند که مسلمانان با آن همکاری ننموده و سعی در اصلاح آن با کلام بنمایند. اما اگر بیم آن داده شود که حتی کلام هم اسباب طغیان و هرج و مرج ممکن است شود، در این صورت غزالی رأی به سکوت کامل می دهد. منابع این صفحه در کتاب ما چگونه ما شدیم آمده در صفحه 208 کتاب. درک اصراری که علما مبنی بر وجوب اطاعت از حکومت داشتند شاید امروزه ثقیل به نظر برسد، اما این اعتقاد منعکس کننده شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی آن عصر بود. مشکل مسلمین فقط این نبود که در ناحیه شرق با هجوم قبائل آسیای میانه مواجه شده بودند. در غرب نیز آنان درگیر ناامنی و هرج و مرج بزرگتری شده بودند که عبارت بود از هجوم پیکارگران صلیبی که آنها هم در قرن 11 میلادی برای بازپسگیری بیت المقدس و منطقه خاورمیانه از مسلمین به حرکت در آمده بودند. هرج و مرج، ناامنی، جنگ‌های مکرر به تبع مسلمین را به این نقطه رسانده بود که امنیت و آسایش بلندترین و مهمترین و بالاترین نعمت هاست. و از آنجا که امنیت
فقط در سایه حکومتی مقتدر و یک پارچه می توانست به وجود آید، بنابراین تأکید و اصرار جامعه و به تبع اندیشمندان و علما بر ضرورت اطاعت از چنین حکومتی می بوده که می بایستی درک شود. ملاحظات دیگر از جمله عدالت، رعایت شرع، عملا تحت شعاع امنیت قرار گرفته بود. آنچه می توانست جلوی قتل عام مغولان و قبایل ترک، تاجیک، ازبک، تاتار و ترکمن از یک سو و صلیبیون را از سوی دیگر بگیرد، وجود حاکم نیرومند بود. حاکم عادل، صاحب شریعت و با تقوا البته که افضل بود، اما مشروط بر این که می توانست جلوی مهاجمین را سد نماید. در غیر این صورت حاکم ظالم اما مقتدر ترجیح داشت. ابن تیمیه اندیشمند بزرگ و به تعبیر امروزه رادیکال قرن 13 میلادی که هجوم مغولان را در دوران نوجوانی خود به چشم دیده بود، بعدها از این انتقاد بسیار رایج که حتی اگر کسی از سلاطین بیدادگر حاکم شود، بهتر از آن است که هیچ کس حاکم نباشد، و 60 سال با حاکم ظالم به سر بردن بهتر از تا 1 شب بدون حاکم. ابن تیمیه به شدت از این نظریه دفاع می نماید. منبعش در صفحه 209 کتاب آمده. بنابراین صرف نظر از آن که وجوب اطاعت از حکومت در اسلام به چه صورتی می بوده در تئوری، در عمل تحولات هولناک قرن 11 میلادی به بعد ضرورت این اطاعت را به نحو فزاینده‌ای محسوس نمود، زیرا شرط اولیه در پناه قرار گرفتن از یورش قبائل و دیگر دشمنان و برخورداری از امنیت آسایش وجود حکومتی نیرومند و مقتدر بود. هرج و مرج، بی‌ثباتی، تساهل نسبت به مخالفین و ناراضیان و در نتیجه ضعف حکومت دعوتی بود برای ورود مهاجمین. اما اقتدار حکومت یا تمرکز مطلق قدرت در دست حکومت همانند شمشیری دودم بود. از یک سو جلوی مهاجمین خارجی را می گرفت، اما از سوی دیگر مخالفین و ناراضیان داخلی را نیز سرکوب می کرد. به تبع نهادی که هم مقدس بود و هم مشروع و هم به واسطه ملاحظات امنیتی واجب الاطاعه، دیگر کمتر کسی را یارای آن می بود که از فرمان وی سرباز زند. مضافاً به این که چنین حکومتی به تبع خود را محق می دانست تا هر گونه دخل و تصرفی را که لازم می داند در اموال و سرنوشت رعایای خود بنماید. بنابراین وقتی به این فرد یا به آن سردار، به این رئیس عشیره یا آن طایفه، این بزرگ عشیره یا آن یکی، این منطقه یا آن ولایت را می بخشید، نه تنها مرتکب عملی خلاف شرع نشده بود، بلکه در چارچوب عرفیات و اشکال معمول عمل کرده بود. یا اگر اموال کسی را مصادره نموده، فلان کس یا فلان صاحب منصب را به زندان میانداخت و گردن میزد و یا خلع میکرد و یا مطلقاً هیچ حقی برای مخالفین یا برای اعتراض به خود قائل نبود، همونطور که دیدیم در عمل هم در بخشای بدی هیچ کدام قائل نبودن، چندان هم خلاف عرف و عادت معموله عمل نکرده بود. در یک کلام،
مجموعه ای از قدرت نظامی و اقتصادی، رابطه متقابل با مرکز قدرت رسمی امپراتوری اسلام در بغداد و بالاخره فلسفه سیاسی مذهبی رایج زمانشان مشروعیت لازم را برای رؤسای قبائل که در ایران از قرن 11 به بعد به قدرت رسیدن فراهم آورد. مجموعه این عوامل باعث شد که تمرکز مطلق قدرت در دست حکومت افزایش پیدا کند و حاکمیت قبائل عملاً به گونه بیچون و چرا صورت گیرد. در عمل نیز هیچ یک از این قدرت‌ها از طریق مبارزات داخلی که توسط مردم صورت گرفته باشد سرنگون نشدند، بلکه عامل سقوط آنها همواره برونی و در قالب صحرانشینان، قبائل و نیروهای نظامی دیگری بود که از بیرون وارد ایران شده و بر قبیله قبلی چیره می شدند. اگر اکنون به ایران قرن 19 بازگردیم و بین مختصات کلی آن جامعه و جامعه‌ای که در این فصل تشریح نمودیم مقایسه‌ای به عمل آوریم، جا دیگر جای شگفتی زیادی برای من باقی نمی ماند. همانطور که حکومت در زمان غزنویان، سلجوقیان، ایلخانان مغول، صفویان و غیره قدرت مطلق را در دست داشت، در عصر قاجارها نیز دقیقاً این چنین بود. همانطور که حکام و سلاطین غزنوی و سلجوقی و ایلخانی و قرقیونلو و آقگونلو و صفویه واجب الاطاعه و ملقب به القابی همچون یمین الدوله، امین المله، نظام الدین، ولی امیر المؤمنین بودند، حکام و سلاطین قاجار نیز واجب الاطاعه و ملقب به القابی همچون سایه خدا، معدلت آثار، اسلام پناه، شاهنشاه اسلام، سلطان اسلام، امیر اسلام و امثالهم بودند. همانطور که آن حکام هیچ حق و حقوقی برای مردم قائل نبودند، حکام قاجار نیز مردم را رعایایی بیش نمی دانستند که بجز فرمان برداری از اولیای حکومت و پرداخت مالیات حق و حقوق دیگری نداشتند. همانطور که در ایران عصر غزنوی، سلجوقی، ایلخانی و امثالهم کمتر مالک، تاجر و صاحب صنفی در قبال خواسته ها و امیال حکام و فرمان روایان از امنیت برخوردار بود، در عصر قاجارها نیز حکومت از هر که اراده می کرد می ستاند و به هر که مایل بود می رساند. مفاهیمی همچون امنیت اجتماعی و فردی، قانون و به رسمیت شناخته شدن حقوق اجتماعی در ایران قرن 19 همانقدر ناشناخته مانده بودند که در ایران عصر آقیونلوها و قرقیونلوها در قرن 15. اگر وزرا و صاحب منصبان غزنوی، سلجوقی، ایلخانی و غیره به اشاره رئیس حکومت جان و مال و هستی خود را در یک چشم برهم زدن از دست می دادن، وزرا و صاحب منصبان قاجار نیز به اشاره رئیس حکومت یا همچون حاج ابراهیم کلانتر، وزیر مقتدر و با نفوذ فتلیشا، به اشاره در دیگ آب جوش سرنگون می شدن و یا همچون امیر کبیر رگهای بدنشان قطع می شد. اگر هم خیلی شانس می آوردند، همچون امین الدوله یا میرزا حسین خان سپه سالار خانه نشین می شدند. در یک کلام، در ایران قرن 19 حکومت
همانطور حاکمیت مطلق داشت و در ورای پاسخدهی و کنترل بود که در ایران قرون وسطا. اگرچه به لحاظ سیاسی و اجتماعی در فاصله بین قرون وسطا تا قرن 19 در ایران تغییرات دامنداری به وجود نیامد، اما به لحاظ اقتصادی این گونه نبود. بهبود اقتصادی که در این فاصله به وجود آمد ناشی از به قدرت رسیدن قبایل ترک نژاد آناتولی و آذربایجان بود. اولین و مهمترین تفاوت قبایل جدید که به نام قزلباش معروف بودند با قبایل قبلی که از آسیای میانه به ایران سرازیر شده بودند در مذهب آنان بود که شیعه بودند. به علاوه برخلاف رؤسای قبایل آسیای میانه که از خود تقدسی نداشتند و مشروعیتشان را از خلیفه در بغداد می گرفتند، رهبران قزلباش ها جدای از آن که رئیس قبیله، بزرگ طایفه و ریش سفید عشیرهشان بودند، آنان در مقام مراد، مرشد، پیر طریقت و در یک کلام رهبر مذهبی قوم و قبیله و طایفهشان نیز به شمار می آمدند. در نتیجه و به موازات به قدرت رسیدن قبائل جدید، تشیع مذهب رسمی حکومت و مردم ایران شد. اینجا در پایین صفحه نوشته شده که جدای از شیعه بودن رهبران قزلباش، آنچه به شیعه شدن ایران سرعت بخشید اختلافات و رقابت قزلباش ها با قبائل ترک سنی مذهب آناتولی بود که تحت عنوان حکومت عثمانی در آسیای صغیر یا ترکیه امروزی به قدرت رسیده و منظماً نیرومندتر می شدن. برگردیم به متن اصلی. تشیعی که توسط حکومت صفوی اشاعیاف در مجموع نتوانست تغییرات سیاسی و اجتماعی عمیقی در ایران به وجود آورد. در نتیجه بسیاری از نرم‌ها، هنجارها و ساختارهای جامعه ایران به همان صورت قبلی باقی ماند. صفویه را می توانیم تنها قدرتی بدانیم که پس از عصر هجوم قبائل آسیای میانه توانسته بودند در ایران یک حکومت متمرکز و بادوام ایجاد نمایند. تمرکز قدرت و تداوم آن باعث به وجود آمدن به تبع ثبات سیاسی گردید و ثبات سیاسی به نوبه خود رونق اقتصادی را به دنبال آورد. مجموعه این عوامل باعث شدند تا ایران یک بار دیگر و برای آخرین بار تبدیل به یک ابرقدرت گردد. دو قرن ثباتی که در زمان صفویه در ایران به وجود آمد، یعنی از ابتداء قرن 16 تا پایان قرن 18، بیشترین تأثیرش را در بهبود اقتصادی ایران داشت و همانطور که اشاره شد در زمینه‌های دیگر، مراد اجتماعی سیاسی، تغییرات چندانی صورت نگرفت. استبداد مطلق حکومت به همراه قداست آن همچنان در زمان صفویه باقی ماند. قانون کماکان ملعبه دست حکام و فرمانروایان صفویه بود. هیچ نهاد و جریانی اعم از سیاسی، اجتماعی و صنفی نتوانست در دو قرنی که صفویه بر ایران حکومت می‌کردند مستقل از حکومت پای به عرصه وجود گذارد. ایرانیان نسبت به علوم و دانش‌های جدید
در تمامی دوران صفویه همانقدر بیگانه ماندند که نسبت به صنعت و تکنولوژی. ارتباط با جوامع و ملل دیگر هم ایزن به وجود نیامد. در یک کلام، در عصر صفوی به استثنای تحول اقتصادی، رونق اقتصادی و ثبات و امنیت، در هیچ زمینه دیگری رشد و توسعه چندانی صورت نگرفت. بهترین دلیل این مدعا نیز پایان کار امپراتوری صفوی بعد از 200 سال حکومت بود. همانند امپراتوری های غزنوی، سلجوقی، خوارزمشاهی، ایلخانی، تیموری و غیره، امپراتوری صفویه نیز در نتیجه تهاجم یک قبیله دیگر که از افغانستان آمده بودند، یعنی پشتون‌ها، از هم فرو پاشید. و همانطور که در ظهور و سقوط قدرت‌های قبلی، ایران وارد دوره‌ای از هرج و مرج، بی‌ثباتی، ناامنی، جنگ‌های داخلی و فلج شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شد، در عصر بعد از صفوی نیز دقیقاً این اتفاق افتاد. ایران وارد عصری از تلاطم و نبردهای داخلی و خارجی گردید از نیمه اول قرن 18 که نزدیک به 70 سال و تا به قدرت رسیدن قاجارها ادامه پیدا کرد. در خلال دو قرنی که در ایران تغییر و تحول عمده‌ای صورت نگرفت، یعنی در زمان صفویه ها، قرن 16 و قرن 17، در اروپا تغییرات تاریخی در شرف تکوین بود. صفویه زمانی به قدرت رسید، یعنی در ابتدای قرن 16، که اروپا قریب به یک قرن می شد که وارد دوره رنسانس شده بود. تحولاتی که با رنسانس پدید آمدند نه تنها جامعه اروپا را دگرگون ساخته و تکان داد، بلکه با این دگرگونی دنیا وارد عصر دیگری شد. در زمان به قدرت رسیدن صفویه در ابتدای قرن 16 میلادی در ایران، فاصله بین ایران و غرب هنوز چندان قابل ملاحظه نبود، اگرچه روند این فاصله، این شکاف شروع شده بود. اما در نیمه اول قرن 18 که صفویه سقوط می کند، فاصله بین ایران و قدرت‌های غربی آنچنان عمیق شده که مقایسه در هر زمینه‌ای بین آن دو، یعنی بین ایران و اروپا، بی‌معنا می‌شود دیگر. از جمله این فاصله‌ها و یکی از مهمترین آن، وضعیت علوم و کاربرد آن بود. در حالی که اروپای بعد از رنسانس انقلاب علمی را پشت سر گذارده و با پشتوانه آن به سمت انقلاب صنعتی می رفت، ایران در رکود و جمود علمی کاملی غوطه‌ور بود. این تعطیلی و روگردانی از علوم که در مقدمه کتاب هم از آن سخن به میان آوردیم، یکی از اسباب و علل بنیادی عقب ماندگی ایران شد. و متاسفانه علارغم اهمیت موضوع، کمتر کار جدی و منسجمی پیرامون آن صورت گرفته است. بنابراین بررسی اسباب و علل و چگونگی رکود علمی که در ایران به وجود آمد و ما آن را به صورت گسترده در قرن 19 شاهد هستیم، موضوع بعدی کار ما را تشکیل می دهد. جمع‌بندی و نتیجه گیری فصل 4 کتاب ما چگونه ما شدیم. در فصل 3 برخی از نتایج هجوم قبائل آسیای میانه را بر زیربنای اقتصادی ایران قرون وسطا بررسی نمودیم. در این فصل
یعنی فصل چهارم، سعی کردیم تأثیرات اجتماعی آمدن قبایل آسیای مرکزی را مورد ارزیابی قرار دهیم. آنچه به طور کلی میتوان گفت آن است که به قدرت رسیدن قبایل به استثنای پیدایش ارتش در مجموع ساختارهای جدیدی به وجود نیاورد، بلکه مناسبات اجتماعی قبلی را وسعت بخشیده و استوارتر ساخت. به عنوان مثال حق مالکیت که قبل از به قدرت رسیدن قبائل نیز در ایران چندان از سوی حکومت به رسمیت شناخته نمی شد، با به قدرت رسیدن آنان بی اعتبارتر هم شد. تمرکز قدرت در دست حکومت و درجه مشروعیتش یا وضعیت قضا و امنیت اجتماعی و در حقیقت نبود قضا و امنیت اجتماعی نیز وضعیت مشابهی پیدا کرد. از آنجا که جملگی این قبائل با پیکار به قدرت می رسیدن، پس از سالها جنگ به قدرت می رسیدن، پس از تسخیر قدرت نیز دائما از ناحیه قبائل رقیب در تهدید به سر می بردن. بنابراین برای بقا و تحکیم موقعیتشان نیاز مداوم به قوای نظامی داشتند. این نیاز و تداوم آن ضرورت در اختیار داشتن یک قوای نظامی منسجم و حرفه‌ای را به وجود آورد که به تدریج مبدل به ارتش شد. ارتش به نوبه خود نیاز به بودجه معین و دائمی داشت که منبع تأمین آن مالیات بود. بنابراین باب قدرت رسیدن قبائل فشار حکومت برای اخذ مالیات افزایش پیدا کرد. این فشار در مواردی نتیجه عکس می‌داد و باعث می‌شد که کشاورزان منطقه مربوطه را رها کنند وقتی گرفتار حاکمی سختگیر می‌شدند و در مجموع بیش از آنچه که رونق پدید آید باعث رکود و کاهش تولیدات می شد. اما در خصوص بحث اصلی تر، یعنی تأثیر به قدرت رسیدن قبائل بر مناسبات اجتماعی، به نظر می رسد که جدای از مشکلاتی که به هنگام تغییر قدرت از یک قبیله به قبیله دیگر پیش می آمد، مشکل اساسی تر و عمیق‌تر به شیوه حکومت صحرانشینان و ماهیت اجتماعیشان باز می کردید. واضح است که با به قدرت رسیدن یک قبیله تمامی نرمها، هنجارها و مناسبات ساده و ابتدایی بافت پدرسالاری نیز وارد حکومت می گردید. و به تبع حاکمیت سعی می نمود جامعه را بر اساس همان هنجارها اداره نماید. نرمهایی که نه تنها برای توسعه و پیشرفت جوامع اسکان یافته مناسب نبودند، بلکه در عمل نیز همچون مانعی بر سر راه تحول و تکامل اجتماعی این جوامع قرار می گرفتند. به عبارت دیگر به قدرت رسیدن قبائل در ایران از قرن 11 میلادی به این طرف نه تنها کمکی به رفع مشکلات و معضلاتی که بر سر راه توسعه و تکامل ایران قرار گرفته بودند نکردند، بلکه با در نظر گرفتن تبعات اجتماعی بلند مدت این تحول، یعنی آمدن قبائل آسیای مرکزی، میتوان گفت که این موانع و مشکلات عمیق‌تر و گسترده‌تر هم شدند. به قدرت رسیدن قبائل قزلباش و تشکیل سلسله صفویه در قرن 16 میلادی نیز
تغییری در روند عقب ماندگی ایران به بار نیاورد. تنها تفاوت عمده بین قزلباشا با قبائل دیگر در تداوم حاکمیت آنان بود. حکومت آنان به مراتب بیش از قبائل دیگر به درازا انجامید که نتیجه آن ثبات به نسب طولانی بود که به مدت 2 قرن بر ایران سایه افکند. تأثیر این ثبات عمدتاً در اقتصاد بود و جنبه‌های اجتماعی و سیاسی ایران همچنان بدون تغییر و تحول باقی ماند. یکی از مهمترین این جنبه‌ها رکود علمی و رویگردانی از دانش‌های طبیعی بود که در سایه حکومت صفویه عیناً تداوم پیدا کرد و به دوره بعد از آنان انتقال یافت. بررسی این روند موضوع بعدی کتاب ما چگونه ما شدیم را تشکیل می‌دهد.